یه سلام دوباره عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم. من قول دادم تمام غذای ایرانی رو آموزش بدم و سعی میکنم هر شب اگه تایم داشته باشم یه فیلم جدید براتون بذارم و ممنونم از اینکه فیلم‌ها منو نگاه میکنید. چند وقت پیش نمودارای یوتیوب هم داشتم نگاه میکردم، من الان بالای 1,000,000 ویو داخل یوتیوب تو تمام کلیپ هایی که گذاشتم بالای 1,000,000 ویو آوردم و اینه که نشونگر اینه که شما دارید به من لطف میکنید و فیلمامو نگاه میکنید و حد در مقدور من سعی میکنم که به درخواست های شما احترام بذارم. همونجور که میبینید من بنا به درخواست هایی که هست غذاها رو درست میکنم و براتون میارم. من سوسیس سیب زمینی رو میخوام امروز بهتون آموزش بدم. سوسیس بندری رو من قبلا آموزش دادم. سوسیس بندری تا الان 121,000 ویو داخل یوتیوب آوردش، یک ماه پیش گذاشته بودم و امروز هم میخوام سوسیس سیب زمینی رو بهتون آموزش بدم به سبک ساندویچی. من یه آب قبل گذاشتم جوش بیاد، ما نیاز داریم که یه آب داشته باشیم جوش بیاد از قبل. قراره که سیب زمینی هامون رو ما آبپز بکنیم. توی این روش سیب زمینی رو ما سرخش نمی کنیم. این چیزی که ساندویچی ها داخل ایران اغذیه فروشی ها سال هاست که دارن درستش میکنن. فقط من تکنیکر خورد کردنش رو در اول بهتون بگم. مواد اولیه‌اش رو بهتون میگم. فلفل به اندازه‌ای که ذائقه‌تون دوست دارید، نمک به اندازه‌ای که خودتون دوست دارید، فلفل دلمه، 4 تا دونه پیاز و 3 تا دونه سیب زمینی تقریبا متوسط، 2, 4, 6, 8 و 10 تا دونه سوسیس. البته شما میتونید با این اینگریدین بازی بکنید، میتونید یه سری چیزا بهش اضافه بکنید و یه سری چیزا بهش کم بکنید. من اول از همه طریقه خرد کردن سوسیس برای سوسیس سیب زمینی رو بهتون میگم. ببینید به این شکل سوسیسا باید به این شکل به شکل اوری خرد بشه. ولی ضخامت این یک مقداری بیشتر از سوسیس بندری مونه. ببینید ضخامتشو، میبینید به این ضخامت باید خوردش بکنید و قدش باید به این اندازه باشه. من یه دونه دیگه براتون میزنم و نمیخوام زیاد وقت برنامه رو بگیرم. خیلی ها اینترنتشون اینترنت هایی هستن که لیمیت داره و نمیتونن زیاد فیلم های طولانی رو ببینن. خب ببینید اینم به همون صورت به شکل اوریب همه رو در آوردن. توی هر اغذیه فروشی که میبینید سوسیس سیب زمینی به این اندازه خورد میشه. این از سوسیسمون. سوسیس رو میذارم کنار، میایم سراغ سیب زمینی. سیب زمینی میبینید لیز میخوره. برای اینکه شما دستتون رو نبرید و لیز نخوره میتونید یه قسمتی از انتهاش رو اینجوری کات بکنید و دیگه لیز نمیخوره. خب برای سوسیسم، برای سیب زمینیمون به این صورت خوردش میکنیم. اندازه هاشو فقط میخوام بهتون بگم که به چه اندازه میتونید این کارو بکنید. هر مقداری که درشتر باشه به نظر من بهتره، ولی نه زیاد درشت. شما یک بند انگشت بگیرید و هم ضخامتش از هر طرف یک بند انگشته. ببینید یک بند انگشت به این شکل. اینم از سیب زمینیمون. ولی توی این روش سیب زمینی سرخ نمیشه. ساندویچی ها وقتی که اینا رو میزنن، شاید بهتون بگم که بعضی وقتا میبینید بالا و یه هفته داخل یخچالشون میمونه. به خاطر همین سیب زمینی رو سرخ نمی کنن. سیب زمینی اگه سرخ بشه بعد یکی دو بار سرد و گرم شدن سیب زمینی نابود میشه و تمام خوشمزگیش به اینه که این سیب زمینی آبپز بشه. خیلی ها ممکنه بگن که سیب زمینی رو سرخش میکنن، ولی اصلا همچین چیزی نیسته. چون من خودم اغذیه فروشی سالها پیش داشتم و تمام چیزهایی که دارم بهتون میگم سالها دست مشتری دادم و مشتری برده و استفاده کرده و راضی بوده. من چیزی که دارم بهتون یاد میدم شاید سنتی ترین روشیه که وجود داره. خب حالا برای فلفل دلمه ها، فلفل دلمه هامون باید مربع های خیلی ریز باشه. توی سوسیس بندری
گاهی اوقات کسی فلفل دلمه رو نمیبینه و اگرم کسی ببینه خیلی ها با ذائقهشون جور در نمیاد، نمیخورن. ولی کسایی که دوست نداشتن فلفل دلمه رو همیشه سوسیس بندری استفاده میکردن، ولی تو این روش فلفل دلمه هست. فلفل دلمه هامون رو ببینید به شکل مربعهای ریز در میاد و زمانی که پخته میشه خیلی خوشگل و یه دست میشه. این هم سایز فلفل دلمه هامونه. ولی فلفل دلمه رو باید جوری بپزید که نرم بشه. این حالا در انتهای سوسی داره، وقتی که درستش میکنم متوجه میشید و میبینید. خب حالا برای پیاز، پیازم که میدونید من مخالف اینم که به این شکل پیازو خورد بکنیم. اگه میخواید پیاز حلقه‌ای خوب داشته باشید از این طرف پیاز استفاده بکنید. خب حالا چرا پیاز از این ور خورد میکنیم؟ نگاه کنید چقدر راحت از همدیگه جدا میشه و چقدر هم شکیل در میادش. این از خورد کردن. ممکنه بگید که خورد کردن ما هممون بلدیم و ممکنه از خیلیاتون تکنیکه خورد کردن رو بلد بشید، ولی چیزی که به غذا طعم میده، چیزی که به غذا شکل میده، چیزی که غذا رو خوب میکنه و خوب به نظر میاره طریقه همین خورد کردن است. اگر ضخامت پیازتون یکیش درشت باشه یکیش ریز، شما یه پیاز سوخته دارید کنارش هم یه پیاز نپخته دارید. ولی وقتی که تکنیک خورد کردن رو بدونید متوجه میشید که دمای پخت کدوم بالاتر اول میریزید، به همین نسبت اونی که دمای پختش کمتره بعد و بعد داخل تابتون اضافه میکنید. این از این قسمت. من اینا رو خورد میکنم و پای گازم بهتون نشون میدم که باید چیکار بکنم. خب حالا موادم رو خورد کردم همه رو کاملا، اومدم پای گاز که اینا رو سرخ کنم و مخلوطشون کنم. یه مقدارم زمان دارم تا روغنم داغ بشه، ولی خب ساختن یه فیلم، تهیه کردن یه فیلم واقعا کار آسونی نیستش. من شاید بالغ 100 تا فیلم داشته باشم و جا داره همینجا از همسرم تشکر کنم که همیشه فیلم ها رو میگیره، زحمتش رو میکشه و تو دیزاین غذاها کمکم میکنه. البته ایشون هم آشپزه و غذا استرالیایی میپزه و خب درس آشپزی رو خونده. دوتا آشپز تو خونه، براتون سوال پیش میاد کی غذا درست میکنه؟ شاید باورتون نشه، همیشه با هم دیگه غذا درست میکنیم. هر کدوم یه گوشه کار رو هر کدوم میگیریم و یه غذا درست میکنه. اگه غذا خارجی درست بکنه خب خانمم درست میکنه، منم کمکش میکنم، میشم کیچن هندش. و غذا ایرانی هم درست بکنیم اون میشه کیچن هند من. و ببینم سوال چی میخوریم، همیشه غذا خوب میخوریم، غذایی که دوست داریم، هر چیزی رو که هوس کردیم میتونیم تهیه کنیم و درست کنیم. همینطور هم به شماها یاد دادیم، این نیستش که ما تک خوری میکنیم. خب این آب جوش رو من از قبل گذاشتم. ببینید آب جوش جوشه و سیب زمینی هم آماده است. سیب زمینی هم رو میریزم تو آب جوش و یه مدت خیلی کمی، زیاد و نمیخوام له بشه، تو آب جوش میذارم که قل بخوره و خودش رو ول بکنه. ولی نمیخوام خمیر بشه ها. ببینید بهتون دارم میگم، من حتی له شدهشم براتون با دست له میکنم تا متوجه بشید. خب میایم سراغ پیازمون. اول از همه پیازم رو اضافه میکنم. اصطلاحاً میگیم پیاز رو میشکنیم، یعنی این تردیش رو به اندازه میذاریم که ببینید این الان ترده، میبینید میشکنه. ولی ما میگیم به اندازه پیاز رو سرخ کنیم که بشکنه، یعنی که انعطاف پذیر بشه و له بشه، اینجوری ترد باقی نمونه. نمیخوایم پیاز داغ درست کنیم. بعد این توی سوسیس بندری پیازش باید جوندار باشه و توی دهن بیادش، یعنی یه جوری باشه که پیاز رو حس بکنید. تو خیلی از غذاها ما پیاز رو باید زیاد، من زیر سیب زمینی رو زیاد کنم. تو بعضی از غذاها ما باید پیاز رو خیلی سرخش بکنیم تا تو غذا محو بشه، ولی تو سوسیس بندری ما پیازمون رو نمیخوایم محوش بکنیم. و از خاطرم رفت بهتون بگم ما نیاز به 3 الی 4 تا قاشق رب هم داریم تا
تا این غذامون رو بتونیم آماده بکنیم. خب تقریبا دمای پخت پیاز و فلفل دلمم اون اندازه‌ای که میخوام به یک اندازه است. فلفل دلمم هم من بعد اینکه مایتابم دوباره حرارتش بالا اومد میریزم. بعضی وقتا هم که میبینید میدونید که بهتون یاد دادم تیکه تیکه توی مایتابه بریزید، چون وقتی که یه چیزی رو یه دفعه تو مایتابه میریزید هم دمای مایتابتون رو میاره پایین، هم اینکه روغنتون رو سرد میکنه و باعث میشه که خوب پخته نشه. میتونم توی این مرحله نمک و زردچوبم رو اضافه بکنم. همین که نمک رو من به پیاز اضافه بکنم پیاز رو نرمش میکنه. خاصیت نمک اینه، تو بعضی از غذاها که دوست داریم پیاز شق و رق وایسه ما آخر از همه بهش اضافه میکنیم، یا تو خورشتا همیشه سعی کنیم نمک آخرین چیزی باشه که میزنیم، چون گوشت رو سفت میکنم. اینا هم ریزکاری ها کاره که باید بدونیم. خب حالا یه مقدار کم هم ما بهش زردچوبه اضافه میکنیم. زیاد نمیخوام زردچوبه بهش بزنم که طعم زردچوبه توی دهن بیادش، فقط اون اندازه میخوام که غذامو خوش عطر و طعم بکنه. همه این چیزهایی که تمام ساندویجی و عقبی فروشی ها اینی رو که دارم بهتون آموزش میدم با همین روش طبخ میکنم غذا رو. خب این از این. میرم سراغ چیلی فلفل هم بهش اضافه میکنم، ولی این غذا اینا رو سوسیس بندری زیاد تون نیستش، نسبت به علاقه‌ای که دارید میتونید بهش فلفل بزنید. من خب یه مقدار تونتر از حد منم دوست دارم غذام باشه. اینجا داریم کم کم رو به زمستون میریم و یکی از خاصیت‌های خوردن فلفل اینه که حرارت بدن رو تو فصل سرما میتونه تنظیم بکنه و مقاومت بدن رو بالا میداره. من همیشه که هوا سرد میشه اکثر غذامو تند استفاده میکنم. خب میام سراغ سیب زمینی. ببینم سیب زمینی تو چه وضعیتیه. نه هنوز جا داره. نگاه کنید کاملا نرم شده، دیگه ترد نیستش. خب حالا زمان پخت سوسیس هم من محاسبه میکنم، اینم یه زمان خاصی میخواد برای پختنش. سوسیس هم توی این مرحله اضافه میکنم. من اکثر غذاهایی که دارم به شما آموزش میدم غذاهایی هستن که به اندازه 4 نفر طبخ میشه، چون معمولا خانواده های ایرانی بین 4 تا 6 بعضی وقتا تو ایران تا 15 نفر میرسن، ولی من حد محدود و چیز منطقی شو دارم آموزش میدم که ما خودمون هیچ وقت یادم نمیره. مادرم همیشه این غذا رو میپختش. ما خودمون 9 نفر بودیم، 6 تا برادر و 3 تا خواهر. با پدر و مادرم میشدیم 11 نفر. مادرم سوسی سیب زمینی درست میکرده، شاید باورتون نشه 10 دقیقه ما فقط پوست میکندیم و همیشه توی قابلمه درست میکردش. حالا من سیب زمینیم که پخت اینم میذارم میپزه تقریبا تا اندازه‌ای که کاملا سوسیسم بپزه، و توی این مرحله من سعی میکنم که یه مقداری درش رو به اندازه 3-4 دقیقه بپزم تا سوسیسم بخار پز بشه و حسابی پف بکنه و خوشتم پخته بشه. خب یه مطلب خیلی مهم بهتون بگم برای سوسیس بندری، این سیب زمینیش خیلی مهمه. حالا از جلو بگی
ببینید به راحتی له میشه. میبینید این اندازه سیب زمینی، با دست اینجوری فشار بدید، نمیخوام نرم نرمم بشه، ببینید هنوز تک ترکیبش به هم نخورده. میبینید به این شکل وقتی فشار میدید کاملا نرمه. خب حالا توی این مرحله سیب زمینی رو بهش اضافه میکنم. سیب زمینی رو که اضافه کردم، حالا بعد چیکار بکنم؟ براش یه سس درست بکنم. حالا من اینا رو بذارم کنار. اولا کاملا اینا رو مخلوط میکنم تا اون ادویه که بهش زدم به همه قسمتاش شما حالا میتونید اینگریدینتون رو تغییر بدید، میتونید اندازه سیب زمینی رو زیاد کنید، کم کنید، ولی خب چیزی که معقوله هم سیب زمینی باید داخل سوسی سیب زمینی به چش بیاد، هم فلفل دلمش به چش بیاد و هم پیازش. خب حالا این ربی که من داشتم به اندازه همون 3-4 تا قاشق، من این بهش آب قاطی میکنم، آب داغ بهش میزنم و ببینید آب اگه زیاد به ربتون اضافه بکنید، وقتی که زیاد بشه میجوشه داخلش و غذاتون رو خراب میکنه. من شل و سفتی سس رو میخوام اینجا بهتون نشون بدم. ببینید به این شکل نزدیک میتونید بگیرید لطفا. ببینید زیاد آبکی هم نیستش، یعنی به اندازه که مثلا اگه 3 تا قاشق میخواید اضافه بکنید، به اندازه یک استکان بهش رب اضافه کنید. خب میبینید سس منو اینو آوردم که شما نزدیک غلظت سس رو ببینید. خب سیب زمینی ها کامل کامل له نشده بود و نپخته بود، ولی حالا توی این مرحله من کاملا سیب زمینیمو میپزمش. ببینید این زیادم آب ننداخته، فقط کافیه که من بذارم 7-8 دقیقه بمونه روی گاز و کاملا خودشو بگیره. خب ولی کاری که من همیشه میکنم برای اینکه هم با بخار پخته بشه و اینکه هم سس تو جونش بره، شعله رو من همیشه کم میکنم و اجازه میدم که سس تو وجود این سوسیس و سیب زمینی نفوذ بکنه. پس سعی کنید همیشه درشو ببندید، ولی زیاد هم اگه در بسته بذارید میشه خمیر و دیگه سوسی سیب زمینی قشنگ و شکلی نداری. من شورش رو کم میکنم و میذارم به مدت 6-7 دقیقه بپزه و گازم هم سوزنی میکنم، یعنی نمیخوام شعله زیادی داشته باشه. حالا وقتی که آماده شد فیلم میگیرم بهتون نشون. خب آماده شد غذا من و اینکه زمان زیادی هم نبردش، فقط نخواستم و تمام مراحلش فیلم بگیرم. اگر تمام مراحلش هم من براتون فیلم میگرفتم، این غذا 30 دقیقه بیشتر زمان نمیبرد از ابتدا تا انتهاش. یه چیز جالب بهتون بگم، سوسی سیب زمینی رو یادش بخیر تو ایران که سفارش میدادم گفتن یه پرس به همون بده، هم ساندویچ داشت هم پرسی داشت. پرسیش به این شکل با گوجه خیارشور میومد و زمانی هم که میخواید ساندویچش کنید از کاهو درشت استفاده نکنید. سیب زمینی رو با کاهو ریز میزنن، خیارشور، گوجهاش، همه رو به اون شکل به یاد خاطرات ایران من خوردش کردم. خب حالا بیام سراغ خودش. ببینید آب زیادی نداره، نگاه کنید اینجا آبی وجود نداره و این سیب زمینی ها له نشدن. میبینید سیب زمینی ها هم له نشدن کاملا. من یه نشو بخورم، واقعا عالیه. خب امیدوارم که سوسی سیب زمینی درست بکنید و بخورید و کنار خانوادتون شاد و خرم باشید و خاطرات ایران رو همیشه زنده کنید. یه چیز بهتون بگم در انتها، من افتخار میکنم که به جامعه ایرانی خدمت میکنم و خارج از کشورم دارم زندگی میکنم. باورتون نمیشه، هیچ وقت ایرانی بودنم رو پنهان نکردم.
هیچ وقت از ایرانی ها پنهان نشدم و همیشه به هموطنام اگرم نتونستم کاری بکنم همیشه یه لبخند گرم مهمونشون کردم و همه جام گفتم من ایرانی هم و افتخار میکنم و بزرگترین افتخار من خدمت کردن به شما هست. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سرفراز و پیروز باشید.